بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، و لعنت علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی ان الی ربک الرجعی. بنا بود چند جمله این شبها راجع به بعض آیات قرآن نکاتی رو تقدیم کنم. حالا این سوره رو که آغاز بعثت حضرت با این سوره است و اولین سوره است که بر حضرت نازل شده، قطعا از سور مکی است و بعضی مفسرین هم نظرشون بر این است که شاید سوره یک جا نازل شده. بیانات بسیار لطیف و عجیبی تو این سوره هست. حالا این سوره رو تقدیم میکنیم و من به اندازه فهم خودم چند مرتبه سوره رو ترجمه میکنم. در فراز اول سوره میدونید خطاب به حضرت است. اولین آیاتی است که بر حضرت نازل شده. تقریبا مفصلین در این اختلافی ندارن که حضرت در غار حرا تشریف داشتن، وقتی مبعوث شدن اولین آیاتی که بر حضرت نازل شد این آیات بود. بعد حضرت وقتی از کوه حرا سرازیر شدن، عرض کنم همه ریگ ها در مقابل حضرت تعظیم میکردن، تکریم میکردن، و وقتی حضرت مبعوث شدن در خطبه قاصعه هست که سمعت رنة الشیطان، امیرالمومنین فرمود من صدای ناله شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم این چیه؟ فرمودن صدای ناله شیطان است. بعد از مبعوث شدن من دیگه مایوس شده از اینکه کسی او را عبادت بکند. یه همچین تحول عظیمی داره در عالم اتفاق میفته، غفلت نکنی. و الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یه چنین حرکتی داره آغاز میشه، داره رسولی به رسالت میرسد با یک دینی که بناست همه عالم رو فتح بکنه، همه ادیان مغلوب بشوند. اتفاق عظیمی داره میفته در شب مبعث که تعبیر دعای شب مبعث رو دیدید، به تجلل الاعظم في هذه الليله المعظم. اعظم تجلیات الهی داره واقع میشه. یه حادثه کوچکی نیست. نه این پیغمبر رو یه جسم ببینید، این پیامبر پیامبری است که همه کائنات حول او طواف میکنند. لولا کلمه خلقت الافلاک. و این حادثه ای هم که داره اتفاق میفته یه حادثه عظیمی است. بعد از اینکه حضرت آمدن تو عالم ما لباس بشر پوشیدن، با ما خاکی ها هم نشین شدن، حادثه مبعث یه حادثه بسیار بسیار فوق العاده است که همه عالم رو تغییر داده. درس کردم سمعت رنة الشیطان. ابلیس با همه قوایی که داره تو عالم داره کار میکنه برای اینکه مردم رو به عبادت خودش دعوت کنه. وقتی حضرت به میدان آمد دیگه عقب نشینی کرد، متوجه شد که دیگه کارش تمام. حضرت نمودن دیگه مایوس شد. خیلی اتفاق عظیمی است. حالا وقتی این اتفاق عظیم میخواد بیفته به حضرت میگن اقرأ. حضرت دستور پیدا میکند به قرائت. این قرائت پیامبر قرائت من و شما نیست. وقتی میخواند کائنات رو به هم میریزه. یادتون هست من هیچ وقت قیاس های ناروایی است، هیچ وقت یادم نمیره روز حادثه هشت تیر که اتفاق افتاد. خب همه به هم ریخته بودن و نگران که چه اتفاقی میخواد بیفته. من یادم از مردم از سربالای جماران که میرفتن همه مضطرب بودن، سرپایینی که برمیگشتن همه آرام بودن. یعنی کلامی که اون مرد بزرگ صحبت میکرد با ما فرق میکرد، آرام میکرد دیگه، یه جمعی رو آرام میکرد.
حالا مواقف متعدد رو دیدید. حالا من نمونه هاشو نمیخوام بگم که وقتی خدای رحمت کند امام بزرگوار رو صحبت میکرد چه آثاری میگذاشت. صحبت ما که نیست که، یک کسی که مرد الهی است، یه مقامی داره، موقعیتی داره، از اون موقعیت وقتی کلامی میگه کلام اثر داره. حضرت وقتی مأمور میشن به قرائت، یه تحول عظیمی در سرنوشت بشریت میخواد اتفاق بیفته، با قرائت حضرت آغاز میشه. البته حضرت بحث ما از این پیغمبری است که آمده تو عالم ما و میخواد دست ما رو بگیره، شفاعت کنه، ما رو ببره به مقصد برسانه. ما از این وجود مقدس داریم بحث میکنیم. اون مقامات عالیه قبل از عالم دنیاشون محل بحث ما نیست. این پیغمبری که محور کائنات است آمدن تو دنیا، حالا مبعوث شدن با این دستور اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیغمبر ما بخوان به اسم پروردگار تو که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان رو از علق آفرید. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، بخوان پروردگار تو اون پروردگاری است که کریم ترین پروردگار هاست. الذی علم بالقلم، با قلم تعلیم فرمود. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزی رو آموخت که نمیدانست. ولی کلا ان الانسان لیطغى، با همه این حرفا این آدمیزاد طغیان میکند. ان رآه استغنا، اگر خود رو مستغنی دید، توهم غنا کرد، این انسان توهم طغیان میکند. یا نه، با همه این حرفا این انسان طغیان کرد چون خودش رو مستغنی دید. حالا بعد بحث بکنیم که این انسان مقصود همه انسان ها هستن یا یه شخص خاصی است. ان رآه استغنا، ان الی ربک رجعا، نگران نباش پیغمبر ما، بازگشت به سوی پروردگار توست. خب من یه ترجمه اولیه از آیه بگم. خب شروع با اقرأه. اقرأه یعنی چی؟ قرائت رو میدونید اینجوری معنا کردن در مفردات راغب است، علامه بزرگوار طباطبایی پذیرفتن و توضیح میدن. قرائت یعنی جمع کردن حروف و کلمات. حالا گاهی اوقات انسان ممکنه وقتی میخواند یه صحیفه ای رو جلو خودش گذاشته، کتابی رو تلفظ هم نمیکنه، در ذهن خودش این معانی رو از روی این کتاب جمع میکند. این میشه قرائت کتاب. گاهی اوقات این الفاظ، کتابی رو، نوشته ای رو، مکتوبی رو با عرض کنم بیان میخواند، با الفاظ تلفظ میکنه، اینم قرائت. گاهی اوقات است که نه، برای دیگری میخواند و کلام رو به سمع دیگران میرساند، اینم قرائته. البته به این قسم سوم تلاوت هم گفته میشود، یعنی خوندنی که انسان الفاظ و کلمات رو جمع میکنه، میخواند و در تلفظ خودش جمع میکنه و یک جا به سمع کسی میرساند، این هم میشود قرائت. حالا خطاب به حضرت هست، پیغمبر ما اقرأ، بخوان. من بیان علامه طباطبایی اینجا عرض کنم، ایشون فهمن اقرأ مقصود همون معنای اوله، مقصود نیست که فعلا بر کسی بخوان یا تلفظ بکن. نخواندن به معنی تلفظ کردن اینجا، نه به معنی برای مردم خوندن. جاهای دیگر قرآن دستور داده شده لتقرأه علی الناس علی مکسن، بر مردم حضرت باید بخوانن. ولی این آغاز وحی مسئله این نیست که بر مردم بخوان. پیغمبر ما خودت بخوان. بخوانم به معنی تلفظ کن نیست، یعنی این وحی رو از اون صحیفه وحی تلقی بکن، دریافت بکن. پس این اقرأ خطاب به حضرت پیغمبر ما، وحی رو تلقی بکن. داره به شما وحی میشه، این کتاب الهی در اختیار شما قرار میشه، این کتاب رو بخوان. این خواندن، خواندن لفظی نیست، خواندن بر دیگران نیست، خواندن است که حضرت با این خواندن خودشون وحی رو تلقی میکنن. یه اتفاق عظیمی تو عالم داره میفته دیگه. پیغمبر، خاتم انبیا، سرآمد انبیا، کتابی که مهیمنن علی ذلک کله، این کتاب داره نازل میشه به پیامبر. تو این نشأه دارن کتاب رو تلقی میکنن تا حالا این کتاب رو نشر بدهن، بسط بدن، محققشون کنن که این کتاب میدونید جاری میشه در عالم به دست به وسیله حضرت و ائمه دیگه. لذا در روایات شب قدر شاید بشه ازش استفاده کرد که اون بخشی از قرآن که امسال به دست امام بناس محقق بشه تو عالم، دوباره تفصیلش بر امام نازل می شود.
برنامه فعل امام در امسال که بخشی از قرآن هست، اون برنامه به حضرت نازل میشه تفسیرش و حضرت او رو برنامه کار خودشون قرار میدن و قبای عالم رو فعال میکنن، عالم ملائکه رو، برای اینکه این برنامه محقق بشود. خب این نکته اول. پیغمبر ما اقرأ اسم ربک، بخوان به اسم پروردگارت، با استعانت از اسم پروردگارت، اسم ربت. البته این استعانت به اسم ربک ممکنه مقصود همون اسم لفظی باشه، ولی قاعدتاً باید چیزی فراتر از این باشه که اون اسم ربی که در اختیار پیغمبر است، حضرت با اون اسم تلاوت میکنن این کتاب رو. دیدید به ما میگن وقتی میخواید اقدام میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. این از بسم الله لفظی گفتن شروع میشه تا اون کسانی که در محضر اسماء الهی هستن و از اسماء الهی استعانت میگیرن، رو هوا هم راه میرن، رو دریا هم، اون میشه بسم الله دیگه، مقام بسم الله پیدا میکنن. پیغمبر ما با استعانت از اسم ربت بخوان، اقرأ بسم ربک. خب رب تو کیست؟ الذی خلق، اون کس که آفرید. شاید این خلقه اول ناظر به خلقت کل عالم باشه. پروردگار تو اون کسی است که همه عالم را آفرید. اقرأ بسم ربک الذی خلق، عالم را آفرید. خلق الانسان من علق، تا خلقت رسید به خلقت انسان و انسان را از علق آفرید. علق معنای اصلی لغویش عبارت است از شیئی که به شیء دیگر وابسته است، یا تعلق یک شیء به شیء دوم. اگر چیزی به شیء دوم وابسته باشه به طوری که هیچ استقلالی از خودش نداشته باشه، از او تعبیر به علق می شود. این تعلق اینجوری. ولی در یک معنای دیگه هم لغوی این گفتن، علق به معنی همون مرحله ای از خلقت انسان در رحم هست که از او در قرآن تعبیر به علقه شده. خلقنا نطفه علقتن، از اون مرحله هم که تعبیر به علقه میشه، لغوی این گفتن شاید نکتش همینه که چون یه نوع وابستگی و تعلق به پیوستگی به مادر و رحم مادر داره، ازش تعبیر به علقه میکنن. حالا هر دو معنا رو میشه اراده کرد، بعداً عرض میکنن. فعلا معنای ساده ترش که مفسرین فرمودن، مثل علامه بزرگوار طباطبایی، بخوان پیغمبر ما قرائت رو شروع کن، وحی رو تلقی بکن، کار شما داره شروع میشه تو این عالم. اقرأ بسم ربک الذی، بخوان به اسم، با استعانت از اسم ربت. ربت اون کسی است که آفرید، یعنی عالم رو آفرید، این خلقت به انسان رسید، انسان رو از علقه آفرید. این انسانی که از علقه آفریده بود، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. پیغمبر ما بخوان، این اقرأ رو هم مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میگن تأکید همون اقرأ اوله، بخوان. حالا بعد عرض میکن، رب که پروردگارتون، پروردگاری است که بالاترین کرامت ها رو در حد تمام برای شما انجام داده. اقرأ و ربک الاکرم، چه کرده؟ الذی علم بالقلم، او با قلم به انسان تعلیم کرده و اون چه نمیدانسته به انسان آموخته. ما نمیدونیم این علم یعنی چی، چون بهش عادت کردیم نمیفهمیم که چه معجزه عظیمی است، چه امر مهمی است. این تعلیم که به یه موجودی که از نطفه خلقش کردن، حالا تعلیم میکنن، حقایق و اسرار رو میفهمه تا درجات تعلیمی که خدا به انبیا و اولیاش کرده. این کریمانه ترین ربوبیت الهی گویا همین تعلیمه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. این علم بالقلم و باز یه معنای ظاهری داره، معنای ظاهریش رو مفسرین اینجوری فرمودن، به انسان کتابت یاد داد که انسان میتواند اون چه میداند ضبط بکنه، ثبت بکنه. و میدونید در پیدایش حوادث اجتماعی تو جامعه بشر بسیار مهمه این دیگه، یعنی انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل بعدی، از یک نقطه جغرافیایی به یک نقطه دیگر، عمدتاً از طریق همین ثبت و کتابته. اگر کتابت نبود، انتقال فرهنگ به نسل‌های دیگر بسیار محدود می‌شد. انتقال فرهنگ از یک نقطه به نقطه دیگر، محیط‌های مختلف جغرافیایی محدود می‌شد. لذا یکی از ادوار مهم تمدن و تاریخ تمدن رو وقتی یاد می‌کنن تو تاریخ تمدن‌ها، اون موقعی است که خط پیدا شد. کتابت بشر امکان براش پیدا شد که معلومات خودش رو ثبت کنه، ضبط بکنه. خدای متعال به این موجودی که از علق آفریده
بزرگترین کرامت ها رو در مرتبه ربوبیت خودش کرده، کریمانه ترین پرورش ها رو داده، اونها رو تعلیم بالقلم کرده، علم بالقلم. چی به انسان یاد داده؟ علم الانسان ما لم یعلم، اون چه هرگز نمیدانست خدای متعال به بشر تعلیم کرده. که حالا بعد عرض میکنم این ما لم یعلم چیست. بعضی مفسرین بزرگان معنا کردن همین علومی است که خدا به بشر یاد داده و همین هست که به انسان کتابت یاد داده، قدرت انتقال فرهنگ رو یاد داده و به انسان تعلیم کرده همین دانش ها رو که با این دانش ها زندگی میکنه، تمدن میسازه. اینها مرهون همین تعلیم خدای متعال هست. خدای متعال به جمادات این علمو نداده، به حیوانات این منزلت از علمو نداده، قدرت کتابت ندارن، قدرت ثبت معارف خودشونو ندارن، نمیتونن اطلاعات خودشونو به نسلهای بعدی به دیگری منتقل کنن. تفاوت همین یک کلمه است دیگه، اون میشود حیوان، میشود انسان. علم الانسان ما لم یعلم. خب حالا تا اینجا معنای اولی را عرض بکنیم. بعد خدای متعال میفهمد پیغمبر ما، ولی کلا ان الانسان لیتقا، این انسانی که پروردگار تو او رو از اون مراحل عبور داده به مرحله خلقش کرده، بعد الخلق تعلیم بش کرده و بعد بش امکان انتقال اطلاعات و علم و آگاهی های خودشو به دیگران داده. چون ببینید اگه نبود خیلی مهم بود، من عرض کردم یکی خود علم مهمه و دوم انتقال علم. اگه خدای متعال به انسان بیان نداده بود، نمیتونست اطلاعات خودشو منتقل کنه. میدید خیلی از اینایی که حافظه رو از دست میدن در واقع به این معنا تکلم نمیتونه بکنه، چون نمیداند، زبان یادش میره، نمیدونه چجوری با دیگران حرف بزنه، میفهمه نمیتونه منتقل بکنه. انسان اگه همه اینجوری بودن، گنگ بودن، یه کامپیوترهای بزرگی بودن که خروجی نداشتن، اطلاعات فراوان نمیشد داد و ستد بکنی، هم افزایی واقع نمیشد، همکاری واقع نمیشد، هم فکری واقع نمیشد، همدلی واقع، اراده ها به هم گره نمیخوردن. اگر بیان نبود، اگر انتقال علم نبود، اراده ها هیچ وقت همکاری نمیتونستن بکنن. و بعد ببینید همافزایی تاریخی که پیدا شده که از طریق زبان و از طریق کتابت هست، این واقع نمیشد. آدم ها هر کدوم یه جزیره های مستقلی بودن، برای خودشون یه چیزایی میدانستن. این تعلیم بالقلم و تعلیم به انسان اون چرا نمیدانسته، این از کریمانه ترین مظاهر ربوبیت خدای متعال هست. ولی این انسانی که ما از اون راه دور آوردیمش، ربش ما بودیم، تعلیمش دادیم، پرورشش دادیم، لیتقا، همین آدم سر بر میداره، طغیان میکنه. چرا؟ چون انرآه استغنا، توهم غنا میکنه. این آدم فقیری که ما از دور دست آوردیم، غنیش کردیم، پرش کردیم، کرامت در حقش کردیم، این آدم وقتی کم کم با تلاشی که میکنه یه ابزاری برای بی‌نیازی خودش فراهم میکنه، دنبال پول میره، دنبال ثروت میره، استغنا یعنی انسان دنبال طلب بره تا جایی که ابزاری پیدا کنه توهم غنا بکنه به اونا، این میشه استغنا. استغنا همراه طلب غنا کردن دیگه، سعی همراه با طلب. کسی که دنبال این هست که این آدمی که همه جوره فقیره، از اون دور دست ها ما آوردیمش، همه جوره حواشو داشتیم، هم با کرامت خودمون خلق کردیم، هم با کرامت بیشتر خود ما به او تعلیم کردیم، آگاهی بهش دادیم، رشدش دادیم، این آدم توهم غنا میکنه، استغنا. آدم وقتی دنبال اسباب رفته، کیه به اسباب کرد، کم کم احساس کرد این اسباب باره او رو میبندن، ان الانسان لیتقا، طغیان میکنه، توهم غنا در انسان، غنایی که نیست. توهم غنا چجوری پیدا میشه؟ انسان وقتی تکیه به اسباب میکنه، یا با تکیه به اسباب توهم غنا پیدا میکنه، یا موجب میشه با تکیه به خودش توهم غنا پیدا میکنه، مثل قارون. قارون وقتی بهش میگن این امکانات رو خدای متعال به تو داده، این امکانات رو ببخش، میگه انما اوتیته علی علم عندی، من با علم خودم اینا رو کسب کردم، چیزی که مال خودم به خودم با دست خودم به دست آوردم برای چی ببخشم. انما اوتیته علی، این همون توهم غنای انسانه، تکیه میکنه به اسباب، خیال میکنه مستغنی شده، در حالی که انسان ازلن و ابدن فقیر الالله هست، ازلن و ابدن نیاز به این داره که خدای متعال متوجه او باشه، بهش عنایت کنه، عطا بکنه. یه لحظه خدای متعال عطای خودش رو برداره، امداد خودش رو، حفظ عنایت خودش رو برداره، ما رو از ذیل قیومیت خودش، از ذل قیومیت خودش خارج بکنه، بساطمون جمع میشه تو عالم دیگه.
این انسان ان الانسان لیطغی، این انسان فقیری که ما خلقش کردیم و تا اینجا آوردیمش، این انسان اگر توهم غنا کرد، حالت استغنابش دست داد، لیطغا طغیان میکنه، سرکشی میکنه. انسان وقتی خودشو مضطر دید سرکشی نمیکنه. لذا دیدید ما در حال بیماری معمولا طغیان نداریم، ما در حال پیری معمولا طغیان نداریم. این طغیان ها مال اون موقع قدرت و دست برخورداری از امکانات انسان خیال میکنه خبری است. وقتی خیال میکنه خبری است، خدا رحمت کنه استاد ما میگفت یه خانه نوکری داشت، بهش پولاشو میدادیم، پولیزاشو مینداخت توی قلک، 2005 قرام مینداخت تو قلک، یه روزی تکون دادید قلکش پر شده، هرچی خان بهش گفت بیا، مثلا گفت دیگه نه من خودم خانم دیگه، قناعت میکنه. این قصه ماست. ما وقتی این امکانات خدا رو جمع میکنیم، کم کم خیال میکنیم این امکانات جای خدا رو پر میکنند. توهم غنا در انسان پیدا میشه. اگه انسان رو به اسباب آورد، تکیه به اسباب کرد، انسان خیال میکنه دیگه ما محتاج نیستیم، ما همه چی داریم دیگه، علم که داریم. دیدید تمدن امروز چی میگن دیگه؟ میگن آقا بشر یه موقعی جاهل بود، چون عوامل طبیعی رو نمیشناخت، به جای عوامل طبیعی خدا رو میشناخت. ما دیگه علل اسباب طبیعت رو پیدا کردیم، نیازی به خدا نیست. گاهی تعبیر میکنن خدای رخنه پوش، خدایی که سوراخا رو پر میکرده، حالا این سوراخا رو علم پر کرده دیگه، جای خالی برای خدا نمونده، اینا رخنه ها رو همه رو پر کرده علم. لذا میگن هر چه علم گسترش پیدا کنه، اون بی سوادا میگن هر چه علم گسترش پیدا کنه، دامنه تصرف خدا و اراده خدا محدودتر میشه، خدا بعد خدا منزوی تر میشه. و یعنی که انه او خدای موجودی است که ما درستش کردیم برای اینکه جای جهل ما رو پر بکنه. حالا که علم آمده و عوامل طبیعی شناختیم، دیگه احتیاجی به خدا نیست. این توهم ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، مش الفاظ و اطلاعات ذهنی، خیال میکنه دیگه حالا خدایی در کار نیست، همون دیگه ان الانسان لیطغى. در حالی که انما یخشى الله من عباده العلماء، اینا علم نیست، اینا جهالت دیگه، اینا اوهام، اوهام ابلیسی است، شیطانی است. به تعبیر حدیث عقل و جهل، اینا جهله، از قوای شیطانه که برای انسان طغیان ایجاد میکنه. قناعت فرمودین. خب حالا این یک قرائت از سوره. بعدم خدای متعال فرمود پیغمبر ما نگران نباش، این آدم هایی که ما از دور دست آوردیمشون هیچ بودن، این همه امکانات بهشون دادیم، معرفت دادیم، ابزار تحصیل علم دادیم، ابزار انتقال فرهنگ دادیم، ابزار گفتگو و تفاهم بهشون دادیم، با هم دیگه میشینن فکر میکنن، هم افزایی میکنن. این آدم ها وقتی توهم غنا برشون داشت طغیان میکنن. ولی نگران نباش، ان الی ربک رجعا، اینا یه رجوعی به پروردگار تو دارن، رها نشدن که حالا بیان بازی بکنن، شیطنت بکنن تو عالم و تمام میشه. اولین نکته ای رو عرض بکنم، من مکرر اینو عرض کردم، تلقی حقیر اینه که قرآن عمدتاً فردی نباید فهمیده بشه، خطاب به نبی اکرم است در مقابل جبهه باطل، یعنی صف بندی با نبی اکرم رو داره توضیح میده تو عالم، که صف حق و باطل بر محور نبی اکرم و شیاطین حضرت شکل میگیره. حضرت داره این قرآن این صف رو داره توضیح میده، یه نکته قابل تأمل در سوره. نکته دیگری که یه مقداری باز برای معنای دوم آیه عرض میکنم، مقدمتا این رو بگم که ببینید همه عالم رو خدای متعال بر نبی اکرم آفریده، درسته؟ لولا کلما خلقت الافلاک، یعنی مسئله اصلی تو این عالم ربوبیت نبی خدا نسبت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه. خدای متعال نبی اکرم رو آفرید، خالق اوست، رب اوست، و در ادامه خالقیتش نسبت به نبی اکرم و ربوبیتش نسبت به نبی اکرم جهان رو آفرید برای حضرت. مثل این که خدای متعال برای شما چشم آفریده، گوش آفریده، شما رو برای گوشتون خلق نکرده، گوش رو برای شما خلق کرده، زبان و دست و پا رو برای شما خلق کرده، نه شما رو برای اینها، سلول‌های بدن شما رو برای شما خلق کرده، نه شما رو برای سلول‌های بدنتون، یعنی اونها رو متناسب با شما خلق کرده. خدای متعال عالم رو متناسب با نبی اکرم خلق کرده، نبی اکرم رو خلق کرده، مخلوق اصلی اوست. اون حدیث رو یه بار از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون تقدیم کردم، فرمود خدای متعال وقتی حضرت را آفرید فرمود انت المراد و انت المرید، من می‌خواستم تو رو خلق کنم، بعد از اینم زمام عالم در دست توست به اذن الله تبارک و تعالی، هدف از خلقت تو بودی، تو هستی. عنایت فرمودین
فهمود خدای متعال وتر است و یحب الوتر، یکی یکی هم بیشتر دوست نداره، اون یکی هم میدونید که لا حبیب الا هو و اهله. این مقصد اصلی خداست. ما گاهی اوقات توهم برمون میداره، خیال میکنیم ما هم در عرض پیغمبر یکی هستیم و همین توهم ابلیس رو برداشت. عالم ملائکه متوجه شدن، سرشون رو زود زیر انداختن، فهمیدن خلیفه اصل است، همه فرعن، یعنی بعد سجده کنن، شأنشون نسبت به خلیفت الله سجده است، تواضع. ابلیس این توهم برش داشت، خب خدای من آفریدی، رب منم که هستی، رب اوم. بعد خدای متعال متهم کرد رب به ما اغوایت، یعنی تو سر منو کلا گذاشتی، این همه به من گفتی عبادت کن، بعد حاصل این 6000 سال عبادت چه شده؟ ناراحت میکنید، میگی برو آدمی از گل خلق کردم، برو در مقابل او سجده کن. اینو توجه داشته باشید، حضرت اصلند و خلقت برای ایشونه و همه عالم خدا برای ایشون خلق کرده، کمال عالم به کمال ایشونه. البته اینو بعد مفصل توضیح بدیم، به هیچ مخلوقی هم ظلم نمیشه ها، معنای این که خدای متعال عالم رو برای شما، برای حضرت خلق کرده، معنیش نیست که به ما ظلم میشه، نه، ما رو برای حضرت خلق کرده، کمال ما در تبعیت حضرته، اگر تبعیت کنیم حضرت ما رو به کمال میرسانه. بعدم اون کسی که ما رو برای او خلق کرده به او مقام شفاعت داده، او با محبت با اشفاق ادب نبیه و علی محبته دست ما رو میگیره به مقصد میرسونه. حالا اینو بعد مفصل باز عرض بکنم که عالم برای حضرت خلق شده و از جمله شؤون حضرت این است که حضرت شفاعت نسبت به کل کائنات میکنه، یعنی بنا عبد الله با عبادت خودش همه عالم رو به مقام رضوان و حب میرسونه. حضرت کسی است که ادب نبیه و علی محبته، محبت الهی درش قرار گرفته و کانون محبت خداست. این پیغمبر است که همه قلوب رو با عشق و محبت احیا میکنه، همه رو به مقام محبت خدا میرسونه، شفاعت اوست. پس ما رو برای او خلق کرده، نه اینکه ما رو آل با آتل و باطل گذاشته، به ما بی احترامی شده. همه شأن ما این است که برای او باشیم، همه شأن ما این است که در خدمت او باشیم و او شفیع ماست. این یه مسئله دو طرف است بین ما و حضرت. حالا اینو بعد انشالله باز بکنیم خدمتتون. پس ببینید مسئله اصلی تو عالم اینه که خدا میخواد این پیغمبر رو پرورش بده. در پرورش این پیغمبر بالاخره ما هم ذیلش خلق شدیم، ذیلش رشد میکنیم، ذیل پرورش او ما رو خلق کرده. لذا عنایت بکنید این سوره خطاب به حضرت پیغمبر ما، اقرأ، شما که پیغمبر ما هستی یه کار بزرگی باید بکنی. شما پیغمبری، عالم رو برای شما خلق کردیم، عالم رو تا اینجا آوردیم در پرتو ربوبیت شما، حالا شما باید یه کاری بکنید. تو ربوبیتی که نسبت به شما میکنیم، شما وارد یه عرصه جدید داری میشی، اقرأ، شما رو داریم پیغمبر میکنیم تو این عالم. ربوبیت خدا به این نسبت به این پیغمبر داره ایشونو پیغمبر میکنه. و وقتی شما پیغمبر میشی، دیگران هم در ذیل سایه شما رشد میکنه. شما بخوان، با خواندن شما همه میرسن به مقصد. شما کار خودتو بکن، پیغمبر بخوان، اقرأ. ببینید مسئله این نیست که خدای متعال پیغمبر رو برای ما آفرید، پیغمبر را مبعوث کرد که ما به جایی برسیم، این حرفا نیست. خدای متعال این پیغمبر اصل بوده، از مراحل پرورش و ربوبیت خدای متعال نسبت به این پیغمبر بعثتشه، به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، اعظم تجلیات رو بر او میکنه، خودش رشد بکنه. البته این پیغمبر وقتی خدای متعال رو پیغمبر کرد، مبعوث کرد، با مبعوث شدنش همه ما هم رشد میکنیم، ما را میرساند. وقتی خدا ما رو برای او آفرید، هر چی به او بده به ما میرسه. این که میگن هر دعایی میکنی صلوات بفرسته، چون خدا به او صلوات بفرسته به ما هم سایش میرسه. عنایت میکنید؟ اللهم صل علی محمد. این لحن آیاتو ببینید، اقرأ بسم ربک، بحث ربوبیت خدا نسبت به پیامبر گرامی اسلامه. رب تو خلقه، نمیگه رب عالم، اقرأ بسم رب العالمین، بسم رب الخلائق، نه، اقرأ بسم ربک. ربک کیس الذی خلق، همه خلقت ذیل ربوبیت خدا نسبت به پیغمبرشه. این پیغمبر رو بخواد پرورش بده، عالم رو خلق میکن. چطور خدای متعال برای اینکه ما رو اداره کنه، تو ربوبیت به ما زبان داده؟ اگه این زبان رو نداده بود نمیتونستیم ذکر بگیم، نمیتونستیم باش نماز بخوانیم، درسته؟ این ربوبیت خدا نسبت به ماست، زبان رو برای ما خلق کرده، نه اینکه چون زبان تو عالم بعد به چرخه آدم خلق کرده، حالا اینکه این زبان به چرخه، این که نیست.
خدای متعال ذیل ربوبیت نبی اکرم خلق میکند. اقرا بسم ربک الذی خلق. پیغمبر ما عالم رو بر تو خلق کردیم، رب تو عالم رو خلق کرد، رب تو خلق الانسان من علق، در پرورش تو، در ربوبیت تو انسان رو آفرید و بعد به این انسان تعلیم کرد. این تعلیم هم این علوم شیطانی نیست، اینا که در دستگاه خدا علم به حساب نمیاد که. اون چه این تمدن مادی برش استواره که جهالت سر تا سر. اون علمی که انبیا آوردن، اون علمی که از کنم انما یخشی الله من عباده العلماء، دست هر کی بیفته خشیت درش پیدا میشه. خدای متعال به این انسان علم داد. حالا علم بالقلم هم بعد عرض میکنم، این قلم معلوم نیست، این قلم معنی ظاهریش همین قلمه، ولی معنی باطنیش همون است که نون والقلم و ما یسترون، اون ملائکه‌ای که کار میکنن. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پروردگار تو در ادامه ربوبیت تو خلق کرد عالم رو، انسان رو آفرید، انسان رو از علق آفرید. حالا علق رو هم به معنی همون مرتبه علقه بگیریم فعلا. و بعد پر رب تو کریمانه ترین ربوبیت رو در حق تو کرد و در ربوبیت نسبت به تو علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، معارفی به انسان آموخت، انبیایی رو فرستاد، درهای وحی رو بروشون باز کرد، علوم غیبی الهی آمد، علم الانسان ما لم یعلم. خب ولی پیغمبر ما ان الانسان لیطغی. ببینید خدای متعال عالم رو برای پیغمبر آفریده، در ربوبیت نسبت به حضرت ما رو آفریده، به ما علم داده، انبیا رو فرستاده، باب علم رو برون ما باز کرده، حالا میخواد یه مرتبه جدیدی از ربوبیت نسبت به پیامبر اتفاق بیفته، این پیغمبر مبعوث بشود، این پیغمبر حامل وحی بشود، بخواند و با مبعوث شدن ما دست ما گرفته بشود، خلقت ما، تعلیم ما، رشد ما ذیل ربوبیت نبی اکرم استفاده معنی میشود. حالا اون وقت این آیه معنا میشه ان الانسان لیطغى. اون آدمایی که خودشونو مستغنی از تو میبینند و میخوان خودشون جدای از تو به سمت خدا حرکت بکنن، طغیان میکنن. این طغیان یعنی همین، یعنی وقتی احساس کرد میگه خب خدایا میخوای عبادت کنم، خودم عبادت میکنم، من 6000 سال عبادت کردم بازم عبادت میکنم، که کاری نداره که، من 2 رکعت نماز خوندم 4000 سال بازم میخوانم. عنایت فرمودین قصه این اقرأ، پیغمبر ما بخوان، با خواندن تو همه به رشد میرسن. اما اون انسانی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اگر احساس استغنا کرد، نخواست ذیل ربوبیت خدا نسبت به شما حرکت کنه، میخواد مستقل از شما تو این عالم باشه. ببینید تفاوت این معنا با معنای قبل چیه. معنای قبل اینه انسان اگه خودشو مستغنی از خدا دید طغیان میکنه، این درسته، این یه معنای لطیفه برای آیه است. انسان اگه خیال کرد با تکیه به اسباب با جایی میرسه، با علم خودش، با پول خودش، با قدرت خودش، با عرض کنم تکنولوژی که فراهم، با همه این امکاناتی که بشر بر خودش فراهم کرده، اگر خیال کرد میتونه خودشو جمع و جور کنه، طغیان میکنه. فقر خودش، اضطرار خودشو فراموش کرد، با تکیه به دارایی‌هاش، با تکیه به امکانات، با تکیه به خودش، این طغیان میکنه. تعبیر دوم تعبیر دیگه ایست. مسئله اینه که ببینی پیغمبر ما، خدای متعال رب توست، این رب تو در ربوبیت تو، تو رو آفرید برای تو، در پرورش عالم برای تو، عالم آفرید، انسان رو آفرید، علومی به انسان تعلیم کرد، به او امکان استفاده از علم رو داد، قلمی رو به کار انداخت، تعلیم کرد به اون قلم، علم الانسان بالقلم، اون قلم یه امر خیلی مقدسی، سالا روایت شو میخونم. لذا این علم، این علومی که شیاطین تو عالم منتشر میکنن، این که علم بالقلم نیست که، این که ملهم شیاطینه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، این علم که مقصود نیست، اون علمی که علم بالقلم، اون قلم الهی به کار افتاد، در صفحه وجود انسان نوشت، تعلیم کرد، علم الانسان ما لم یعلم، همه اینا ادامه ربوبیت توست. این اقرأی هم که میگیم پیغمبر ما، یه مرتبه جدیدی از ربوبیت خدا نسبت به شماست که این ربوبیت پرش دیگران هم میگیره، بناس بیای حالا بخوانی، بعد بر دیگران بخوانی، بعد دست اونا رو بگیری، بعد به اونا تعلیم کنی، یا علمهم الکتاب والحکمه بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم
و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بناست یه اتفاقی بیفته، ولی اولش این است که تو پیغمبر میشوی. این پیغمبر شدن تو هم برای اینا نیست دا. ما میخوایم رب تو هستیم، ذیلش اینا رو میگیره. بله این عالم و این انسان ها رو برای شما آفریدیم، همینطوری که ذیل ربوبیت نسبت به شما آفریدیم، تعلیم کردیم، حالا یه مرتبه دیگری از پرورش این عالم داره اتفاق میفته، شما رو پیغمبر میکنیم، ذیل پیغمبری شما اینا میرسن. حالا اونایی که نمیخوان ذیل این خلیفت الله، این نبی الله حرکت بکنن، ان الانسان لیطغى، نمیخواد با این پیغمبر راه خدا رو بره، این ربوبیت رو نمیخواد، میگه خدایا اگه رب منی مستقیم نمیخوام اینجوری منو، در حالی که خدای متعال میگه اگه میخواد شما رو پرورش بدم ذیل پیامبر، من رب او هستم، عالمو بر او خلق کردم، شما ذیل او قرار بگیرید، پرورشتون میدم، رشدتون میدم. ولی اگه خواستید استغناء نسبت به پیامبر داشته باشید، از ربوبیت من خبری نیست. ان الانسان لیطغى، انسان اگر خودش رو مستغنی از این پیغمبر ببیند، مستغنی از این وحیی که به تو میشود ببیند، بگی بدون این وحی میخوام برم، بدون این پیغمبر، کما اینکه میگفتن حسبنا کتاب الله، درسته کتاب است میخوایم، ولی تو پیغمبر رفت خودمون کتابو میگیریم میخونیم دیگه، همینه دیگه. اگر خودشونو مستغنی از تو دیدند، مستغنی از ربوبیتی که خدای متعال نسبت به تو داره دیدند، نمیخواستن ذیل این ربوبیت حرکت بکنن، میخواستن خودشون مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنن، خودشون راه رو برن، لیت طغیان میکنن. نگران نباش، اینا سرکشی میکنن، بازگشتشون به سوی رب توست. ان الى ربکر، باز نمیفهمد ان الى رب العالمین، ان ربهم، اول و آخر تویی، رب تو برای تو، برای ربوبیت تو خلق کرد. الانم یه مرتبه جدیدی از پرورش توست، رب تو، اقرأ باسم ربک، تو باید بخوانی، ولی وقتی تو میخوانی اینا هم آگاه میشن، اینا هم ذیل وحی تو حرکت میکنن، اینا هم دستشون میرسه، درست؟ تو شفاعت میکنی، تو دستگیری میکنی، تو مما رزقناهم ينفقون هستی، درسته؟ شما زکات میدی، آت از زکات هستی، معت از زکات هستی، بنابراین اینا هم به جایی میرسن. اونایی که نمیخوان از دست تو بگیرن، نمیخوان ذیل این برنامه خدا حرکت بکنن، خودشون میخوان مستقیم راه خدا رو برن، ان الانسان، همین اتفاق افتاده دیگه. این معنی ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، این استغنا به این که پول دارم دیگه دنبال خدا نمیرم نیست. حتی اونایی که دنبال ریاضات و عرفانن، میخوان با عرفانشون به خدا برسن، ولی خودشونو مستغنی از این پیغمبر ببینن، اونم ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، میگه خودم ریاضت میکشم میرم راه رو، این لیطغی، راه اینه، خود رب تو میخواد تو رو پیغمبر کند. وقتی تو پیغمبر شدی، تو خواندی، این خواندن تو دیگران رو هم بهره مند میکند، دیگران هم با خواندن تو میرسن. اونایی که نمیخوان ذیل این نقشه خدا حرکت کنن، ولو میخوان به خدا برسن، ولو میخوان عبادت کنن، میشن ابلیس، میگه خدایا هر چی بگی خودت رو عبادت میکنم، از این راه نمیرم. مستغنی از ربوبیت، این ربوبیت خواستن، از این که عالمو برای تو خلق کردیم، داریم تو رو پیغمبر میکنیم، میخوایم با نبوت تو عالمو به مقصد برسونیم، اینو نمیخوان بپذیرن. همینقدر که اینو نپذیرفتن، ولو خدای متعال قبول داشته باشن، ربوبیتش هم قبول داشته باشن، طغیان میکنن، مثل ابلیس به حضرت حق عرضه میدارد رب به ما اغویتنی، تو من رو اغوا کردی، منم اینا رو گمراه میکنم. این طغیان مال چیه؟ مال این که نمیخواد این برنامه رو قبول کنه. حالا این ترجمه، نگران نباش پیغمبر ما، منتها هم رب توست، ان الی ربک رجعا، ما رب تو هستیم، اینا هم به سوی رب تو برمیگردن.